گالیلئو گالیلا به پدر اخترشناسی رصدی، پدر روش علمی و پدر علم مدرن ملقب شده است. عمده شهرت گالیلا به دفاع علمی او از نظریه کوپرنیک برمی‌گردد. کوپرنیک مدتی پیش از گالیلا گفته بود که خورشید به گرد زمین نمی‌چرخد. گالیلا ریاضیدان، اخترشناس و فیزیکدان ایتالیایی است که در پیدایش روش علمی جدید و کشف قانون‌هایی برای شرح نتایج مشاهده و آزمایش تأثیر بسزایی داشته است. گالیلا در پیزا به دنیا آمد و در همانجا به تحصیل روی آورد. روزی وقتی در کلیسا بود، زمان رفت و برگشت یک چلچراغ آویزان را با جریان نبض خود اندازه گرفت. سپس آزمایش‌های مشابهی در اتاق خود انجام داد و مشخص کرد که مدت زمان کامل رفت و برگشت یک جسم آویخته و دامنه رفت و برگشت بستگی ندارد و برای طول کمان مسیر کوتاه و بلند یکسان است. گالیلا در سن 17 سالگی قانون حرکت آونگ را کشف کرد. پدر گالیلا از موسیقیدانان بنام ایتالیا بود. گالیلا دارای 5 خواهر و برادر بود. ابتدا قرار بود در کلیسا برای کشیش شدن مشغول شود، اما پدرش وی را به تحصیل در رشته طب در دانشگاه پیزا فرستاد. گالیلا طب را نیاموخت، اما به جای آن به مطالعه ریاضیات پرداخت و به آن علاقمند شد. او زندگی خود را از راه تدریس خصوصی اداره می کرد تا آنکه خوشبختانه در سال 1589 به عنوان استاد ریاضیات در دانشگاه مشغول به کار شد. در دانشگاه به تدریس هندسه، مکانیک و نجوم پرداخت. گالیلا نخستین کسی بود که 4 ماه سیاره مشتری را رصد کرد. با رصد راه شیری، گالیلا دریافت که تعداد ستارگان این مجموعه بیشتر از آن است که قابل شمارش باشد. گالیلا نخستین کسی بود که جزئیات سطح ماه را با تلسکوپ مشاهده و ثبت کرد. وی همچنین دریافت که نور ماه حاصل انعکاس نور خورشید است و این نور از خودش نیست. گالیلا با آزمایشی مشهور بر فراز برج پیزا ثابت کرد سرعت سقوط آزاد اجسام از ارتفاع به وزن آنها بستگی ندارد. وزنه هیدروستاتیک، پمپ گالیلا، ساعت پاندولی، نقاله، دماسنج و تلسکوپ از جمله اختراعات گالیلا است. به دلیل وسایلی که او خلق کرد و کشفیاتی که به کمک آنها نمود، گالیلا به حق به عنوان یکی از مهمترین شخصیت‌های انقلاب علمی شناخته می‌شود. بسیاری از نظریات تأثیرگذار او در زمینه ریاضیات، مهندسی و فیزیک، نظریه‌های ارسطویی را که برای قرن‌ها پذیرفته شده بودند را به چالش کشید. سرانجام گالیلا در 8 ژانویه سال 1642 در سن 77 سالگی درگذشت.